حضرت فاطمه معصوم سلام الله ها در تاریخ دهم ده ربیع الثانی سال 201 هجری قمری در 28 سالگی به شهادت رسیدند ایشان که علاوه بر فرزند و خواهر و عمه امام معصوم بودند عالم و محدثه بودند از شخصیت های مورد احترام شیعیان هستند و آرامگاه ایشان در شهر مقدس قوم سالانه پذیرای میلیون ها زائر است با هم گزارش فاطمه موسوی را ببینیم. حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها 25 سال بعد از تولد امام رضا علیه السلام دیده به جهان گشود. در مورد روز تولد ایشان اختلاف وجود دارد بنابر نقلی اول ذوالقعده سال 173 هجری روز میلاد حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها است پدر ایشان امام موسی کازم علیه السلام و مادرشان بانوی پرهیزکار به نام نجمه بود. مهمترین لقب فاطمه دختر امام کازم علیه السلام معصومه می باشد. و از روایتی منتصب به امام رضا علیه السلام اخذ شده است که فرمود منظار به قوم که هر کس حضرت معصومه علیه السلام را در قوم زیارت کند گویا مرا زیارت کرده است حضرت معصومه سلام الله علیها بعد از پدر در سال 179 تحت کفالت و سرپرستی برادرشان حضرت امام رضا علیه السلام قرار گرفتند و تا سال دویست هجری قمری یعنی 21 سال تمام در کنار برادر بزرگوارشان به مقامات عالی و کمالات علمی و معنوی و اخلاقی دست یافتند. برخی از مقامات ایشان عبارتند از مقام شفاعت در مقام و منزلت و جایگاه این بانوی بزرگوار نزد اهل بیت علیه السلام همین بس که امام صادق علیه السلام فرمودند آگاه باشید بهشت هشت درب دارد که سه درب آن به سوی قوم است بانوی از فرزندان من در آنجا وفات می کند که نامش فاطمه دختر موسی است همه شیعیان ما به شفاعت او وارد بهشت می شوند. همچنین مقام معنوی ایشان در مرحله ای است که در فرازی از زیارتنامه معروفشان که توسط امام رضا علیه السلام بیان شده است میخوانیم ای فاطمه مرا در بهش شفاعت کن چرا که در پیشگاه خدا دارای جایگاه با عظمتی هستی مقام علمی و حدیثی حضرت معصوم سلام الله علیها از لحاظ علمی و حدیثی همانند مادرشان حضرت زهرا سلام الله علیها عالمه و محدثه بودند و همان گونه که حضرت زهرا سلام الله علیها با استدلال های متین و استوار حقانیت ولایت حضرت علی علیه السلام را تبیین می کردند حضرت معصوم سلام الله علیها نیز چنین بودند همچنین در باب جایگاه علمی حضرت معصومه نقل شده است که روزی عده از شیعیان وارد مدینه شدند و پرسش هایی داشتند که میخواستند از محضر امام کاظم علیه السلام بپرسند و ایشان در سفر بودند از این رو فاطمه معصوم سلام الله علیها پاسخ آنها را نوشتند و به آنان تسلیم نمودند آنان از مدینه خارج شده و در بیرون شهر با امام کاظم علیه السلام روبرو شدند هنگامی که امام پرسش های آنان و پاسخ های حضرت معصومه سلام الله علیها را مشاهده کردند سه بار فرمودند فداها ابوها پدرش به فدایش باد حضرت معصومه سلام الله علیها در سال 201 هجری قمری به قصد دیدار برادر از مدینه به سوی خراسان حرکت کردند اما هنگامی که به ساوه رسیدند مسموم و بستری شدند آن حضرت که از وجود قوم و سکونت شیعیان در آن اطلاع داشتند به خادم مخصوص خود فرمودند مرا به قوم ببرید در رابطه با کیفیت شهادت آن حضرت نقلهای مختلفی ذکر شده اما آنچه که مسلم است دشمنان اهل بیت در غذای حضرت معصومه زهر ریختند و آن بانوی گرامی مسموم گشته و بستری شدند و طولی نکشید که در قوم به شهادت رسیدند